زندگیش بده، هر دوتاتون خوشحال میشین، دیگه هم دعواتون نمیشه. نکنه بخواد دو مرتبه برگرده تکساس؟ به نظر من تو مرد فوق‌العاده‌ای هستی. چرا نمیتونم این حرفا رو بهت بگم؟ من ویلیلوانم. شام برو پیش بچه ها. من بله، خیابون شیشم نزدیک خیابون 48م، کافه فرانکچا. سلام. شما دوتایی میتونین از همه دنیا جلو بزنید. دنبال این نیستم که توی مجموعه قرار بگیرم و توی مهمونی مثلا خوشبختم بلانم اینا، اصلا اهلش نبودم. ذات هنر نمایش در ایران متاسفانه بر اساس تعقل و نگاه فلسفی به زندگی نیست. بیشتر نمایش کاریه، تخت حوز ماجراست. ما به عنوان، اگر اسممون هنرمنده، به عنوان مسئول نسبت به آحاد شهرمون حتی کفشمونو بر نکشیدیم هیچ وقت. همش دنبال اینیم که خودمونو مطرح کنیم. و خب من اصلا دوست ندارم این محیطو، واسه همین چه ارتباطی تقریبا ندارم با کسی، چون اساسش چرا اینجوره؟ مثلا ما توی اروپا سوفوک رو داریم نزدیک به 3000 سال پیش. متن سوفوک الان هم در همه جای دنیا میتونه اجرا بشه. حرف واسه گفتن و تعریف انسان داره الان، دست 3000 سال پیش تا الان در همه جای کره زمین. بعد مثلا بچه سفرخ میستنه میشه شکسپیر، با این همه شاهکار و این همه تفکر راجب پالایش انسان. تصمیم ما این است که با مردگان شهر شما ملاقات کنیم. اصلا اون که نای حرف زدن نداره، به دردتون نمیخوره. البته کاملا حق با شماست. شب بخیر آقای. شب بخیر آقا. من فریدریش هوفمن، شهردار این شهر هستم. ما میخواییم دست به یک سری آزمایش بزنیم که برامون خیلی مهمه. یعنی همین الان اینجا؟ بله. لطفاً چراغ‌ها رو خاموش کنید. همه رو قربان. نه. چراغ بالا سر ما روشن باشد. بله قربان. ما هیچ نویسنده یه تئاتری از 100 سال به اون بر نداریم اصلا، چون تئاتر اساسش دیالوگه. من باشه حرف بزنم شما جوابم بدید. هنر دیالوگه، هنر من بگم تو بگیه، حرف بزنیم. ما اینو نداشتیم هیچ وقت. هنر متعالی ما شعره، که خب آدم سر تعظیم همه دنیا فرود میاره. منم به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم و پای هر شاعر این مملکت رو میبوسم. مثلا من کوچکتر از اونم که حتی پای کسی رو زمینه ادبیات ببوسم، ولی تنها کاری که میتونم بکنم اینه. ولی در زمینه نمایش ما هیچی نداریم، تاریخ نداریم. مطربای خیابون سیروس اینا چی کارن؟ اینا کسایی هن که موقعی که نمیدونم تو تاریخش آدمایی
مثلا صداش خوب بوده، یه جوان پوش در تئاتر میمده، خوشگل بوده، جوان بوده، همه دوستش داشتن، فلان بوده، این حرفا. بعد رقبا حسادت، چون اینجا بودن یا نبودن که نداشته، آنتیگونم جلو چشمش نبوده، همش برهوته، فقط خودش رو میبینه و همکارشو، حتی تماشاچی رو هم چیزی جلو چشمش نیست. پس که میبینه این داره باعث نونم هم میشه، چی کارش کنیم؟ میومدن توی غذاش یا استکانش اینا سرمه میریختن، یه قطره سرمه میریختن که طرف نفهمه و صدای این جوان خراب میشد، چون اون وقتا باید صدای خوانندگی هم میداشته در جا، صدای خوب همه چی بوده، با یه خوردن یه استکان صدا از بین میرفته. که این سیاه که این همه راجبش صحبت میشه، سیاه یکی از قربانی های همین جوان های قربانی شده است اصلش، یه میگه بای من باید اینجوری کار کنم، این هم. این صدا صدای اون نیست، این صداییه که بهش ظلم شده. این صدا تاریخ اصلی این صدا اینجا. من اولا یه آدم مهمی هم، من اینجای نبی ریش دراشم. این بنجره مربوط به یه نبر آقا چی؟ دلارام بین بارم. شما سر و سری هست بین ما قربان. بله من ریش دراش شما هستم، خود دختر چی کار دارم؟ اگه ریش دراش شدی دل نداری. در واقع هنر نمایش به شکل مدون نداریم و من نوعی هم که دانشگاه رفتم یا مثلا درس دادم فلان این حرفا، منم فرزند اونا. حالا با دو تا کتاب خوندن و اینا سوا شدم، ولی چی کار کردم؟ من برای حرفم چی کار کردم؟ هیچ. برای همکارام چی کار کردم؟ هیچ. خودم دقیقا خودمو میگم، به عنوان مثال نمیگم، خود من هیچ شرایطی نداشتم که واسه همکار خودم کاری بکنم، یک باری از رو دوشش بردارم. و خب هنر نمایشی که اینجوریه تفکر پخش نمیکنه، بلکه حسادت پخش میکنه، بلکه تفریح کردن رو پخش میکنه. اصلا وظیفه هنر نمایش به خصوص وظیفش خندوندن و سالن رو پر کردن نیست. مریضید؟ خیر. اما اینجا یه بیمارستان شخصیه. این درست همون چیزیه که من میخوام. صبح بخیر. آه صبح شما هم بخیر. شما حتما باید سرپرستار باشید. درسته. میدونید در حال حاضر دوست دارم خیال کنم اینجا خونه خودمه. بگو قضیه چیه؟ اگه قضیه ای بود حتما بهت میگفتم. پس برای چی میخوای اینجا بمونی؟ برای اینکه از تو خوشم میاد. خب تو که از اول نمیدونستی من اینجا. قراره براتون ملاقاتی بیاد. ملاقاتی؟ شما نمیتونین اینجا بمونین مگه اینکه واقعا چیزیتون باشه. من پولشو میدم. آخه مسئله پول نیست. بدبختانه من همیشه حالم خوب. وظیفه هنر نمایش اینه که بعد از مثلا اجرایی که میشه مثلا سالن 500 نفر جا داره، اون برای یه نفر کار میکنه، اون یه نفر باید به دست بیاد تو این تماشا چیا، اون یه نفری که قراره یه چیزی رو از این اجرا ورداره ببره تو سینش با خودش ببره و در طول زندگیش این جوان اینو به یه جایی برسونه، این مطلب رو که تو هیچ فیلمی نیست
تو هیچ ویترین نیست، هیچ جا نیست، هیچ کس تشویقش نمی کنه صاحب این اندیشه رو، بلکه یه چیزی داره ادامه پیدا می کنه. وظیفه هنر تئاتر اینه به اعتقاد من، که اگر اون یه نفرها از هر اجرایی ساخته بشه، در سال تئاتر ایران میتونه افتخار کنه که 200 نفر رو نشانه رفته و 200 نفر رو برای تئاتر استخدام کرده، در واقع استخدام ذهنی کرده. و خب این یک برگ برنده خیلی شرافتمندانه است. ما وظیفمونه که یک فکر رو در میون بذاریم، وظیفه مخاطبمونه که این فکر رو بگیره یا قبولش کنه یا ردش کنه، ولی با این فکر همراه بشه، بشناسدش و بعد اصلا بگذره ازش. ولی ما فقط سعی میکنیم وسیله طرف باشه. نگاه کنیم و یک کشف دیگه هم کردم. بازم یک کشف دیگه؟ البته. نگاه کنیم، این آخرین کشف قوی ترین فرد عالم کسی.